سلام به شما دوستان عزیز، هموطنان، همزبانان و همراهانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. بله، در نخستین ماه سال 2016 هستیم و سال پرحادثه و هیاهوی 2015 رو پشت سر میگذاریم. امیدوارم که همه ما بتوانیم سال آرامتر و پرصلح و صفاتری رو پیش رو داشته باشیم و در این سال همگی بتوانیم برای ایجاد تفاهم و دوستی بیشتر در هر مکان و زمان قدم‌های مثبت و سازنده‌ای برداریم. سال 2016 را از نظر سیاسی و اجتماعی میتوان سال مهم و سرنوشت‌سازی در عرصه سیاست جهانی دنیا به حساب آورد، چرا که در روند رویدادهای کنونی و حاضر نشانه های فراوانی را از تحولات عمده در آینده روابط ملل مختلف جهان در این سو و آن سو میتوان مشاهده کرد و به خصوص در روابط میان کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه و آفریقا که من و شما شاهد تنش‌های کم سابقه و خطرناکی در این کشورها هستیم و چنانچه این روابط مرمت نشوند و به روابط حسنه یا عادی خود برنگردند، مطمئناً برای همگی کشورهای جهان بحران آفرین و خطرناک خواهد بود. سال 2016 همچنین سالی است که دول غربی دنیا الزاماً میباید تکلیف نهایی سیاست‌های خودشون رو با پدیده‌ای به نام آیسیس روشن کنند و همچنین در مورد کشور سوریه و احتمالاً ایران نیز مواضع قاطع و یکنواخت‌تری رو در مقابل این دو مسئله انتخاب کنند. در سال 2016 همچنین دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در دو کشور ایران و آمریکا در راه است که نتایج اون بدون شک از مهمترین عوامل تعیین کننده در شکل‌گیری رویدادهای آتی جهان و مسیر آینده تحولات سیاسی در سال 2016 خواهند بود. نتایج این انتخابات به من و شما خواهد گفت که در سال جدید باید در انتظار دیدن جنگ و خونریزی بیشتر باشیم در این سو و آن سو، یا آنکه همچنان چشم به راه صلح بمانیم و با امیدواری روزها و ماهها و هفته‌ها را دنبال کنیم. و ما در مورد روابط میان ایران و آمریکا و مذاکرات پشت پرده‌ای که در زمینه توافقنامه هسته‌ای احتمالاً میتوانست میان این دو کشور صورت بگیرد و احتمالاً نتایج مطلوب‌تری را موجب شود، چندی پیش یک فیلمساز آمریکایی به نام جان گولدمن فیلمی را که در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ساخته برای من فرستاد تا اونو ببینم و در صورت امکان اونو برای مخاطبین فارسی زبان خودمون در این سو و آن سو پخش کنم. فیلم کوتاهی است که بسیار حرفه‌ای تهیه شده و به نظر من به نکته بسیار ظریفی اشاره می‌کند که شاید از نظر شما هم جالب باشد. نام این فیلم کوتاه دیپلماسی است و جان گولدمن اونو نوشته و کارگردانی کرد. Your Excellency. Salam alaikum. Good day, Madam Secretary. Here is Azardashti. Madam Secretary, it's an honor to be here today. Azar, what a beautiful headscarf. Thank you, you're very kind. Your Excellency, if I may present my interpreter, Michael Namdar. Durud bar shoma, Ali Janab. Salam alaikum.
very nice to meet you. How do you do? Here is bad. You come to Tehran, we have more مهمون نوازی. Hospitality. Well, we were looking forward to receiving you in Washington, but here we are. شما میبایستی که در واشنگتن مهمان ما میبودی. Your English is very impressive. Should we send them home? به نظر میاد میتونیم مترجمه رو مرخص کنیم. انگلیسی شما واقعا عالیه. البته که انگلیسی من از فارسی شما خیلی بهتره، ولی حالا که هستن. Not at all. My English is hardly impressive and we wouldn't want to misunderstand each other. Well, let's have a seat, shall we? Let me just say that I thought the president's remarks today were very encouraging. Wouldn't you agree? من احساس میکنم که سخنرانی امروز رئیس جمهور بسیار دلگرم کننده بود. کدوم رئیس جمهور؟ مال ما یا مال شما؟ Which president? Yours or ours? I should clarify something. This administration will not be batted around. Our willingness to talk should not be seen as mitigating the severity of our concerns, and I'm afraid the status quo is no longer acceptable. We have carrots, and then we have sticks. ببینید، بین دو دولت ما تنش شدیدی وجود دارد. اما ما در جستجوی یک هدف واحد هستیم، یافتن یک راه حل منطقی که از این بن‌بست نجات پیدا کنیم. حالا شاید اولین قدم این باشه که یکدیگر رو بهتر بشناسیم. خانم سفیر، با تمام احترام خاصی که من برای شما قائل هستم، درخواست دولت شما مبنی بر چیزی که اون را چارچوب تأمین امنیت مینامید برای ما مطلقاً قابل قبول نیست. پیشرفت در علوم و دانش جنایت نیست، یک حق طبیعیه، یک هدیه الهی است و هیچ مصالحه‌ای در رابطه با انرژی هسته‌ای امکان پذیر نخواهد بود. Madam Secretary, despite a problem or two or three with your security framework proposal, I have to say we accept the principle of an agreement, and God willing, direct dialogue will lead us toward compromise on the nuclear issue. So overall, you're satisfied with the incentives package, which means that you agree to suspend nuclear enrichment? Is that correct? ببینید، ما نباید این تنش سیاسی رو از این که هست بدتر کنیم و به حد انفجار برسونیم. حالا برفرض که ما خواسته شما رو قبول کنیم، بعدش چی؟ بله، شما تقاضای ما رو قبول میکنین؟ ما رو مسخره کردید؟ اینم یکی دیگه از بازی‌های بچگانه شماست؟ خبر خاص جدی صحبت کنید، خبرم کنید. What's happening? What's he saying? Do you have any idea what time it is? I'm afraid I have another appointment. I mustn't be late. Wait! Ali Janab! Are you telling me you have another appointment that's more important than this one and you're breaking off diplomatic talks? این بازی نیست. یه جوری باید به توافق برسیم. این چیزیه که بهش میگیم دیپلماسی. آیا این دیپلماسی از بهتر از حمله نظامی نیست؟ تهدید نظامی میکنی؟ What are you doing this weekend? This weekend. Yes, that can be arranged.
You're absolutely right. This is a process. Why don't you two exchange information? عالی جناب، اجازه بدید در اینجا گفتگوی خودمون را به پایان ببریم. با یک جلسه نمیشه جلب اعتماد کرد. شاید هم بشه. She's right. There's a subtle difference in the translation. فقط برای رفع ابهام، عالی جناب. رکوی شما بیش از ساعتی بود که انتظار میرفت. متاسفانه این نکته رو باید به عرض مبارک برسونم که آمریکا در گذشته مشکلات فراوانی برای ما به وجود آورده. Forgive my rudeness, Madam Secretary, but I am a very difficult man. Let's try to move beyond our past with America. Very well. I look forward to it. منتظر شما هستم. Good day, Mr. Namdar. Good day, Your Excellency. درود بر شما، آزار. درود بر شما. That went well, right? اجازه بدید با هم به صحبت کوتاهی که در این مورد با جان گلمن داشتم توجه کنیم. Welcome to the program, John. Thanks for having me. ممکنه کمی راجع به فیلم دموکراسی توضیح بدید و اینکه چگونه این ایده در ذهن شما شکل گرفت. داستان فیلم دیپلماسی در مورد دو مترجم ایرانیه که در کار خودشون کمی خلاقیت به خرج میدن. این ایده زمانی به فکرم رسید که نه به عنوان مترجم شفاهی بلکه به عنوان مترجم متن کار میکردم. من فارسی نمیدونم اما فرانسه رو صحبت میکنم و با کمپانی‌های تولید فیلم فرانسوی بسیاری کار کردم. هر موقع که از من خواسته میشد متن سناریویی را ترجمه کنم، همیشه دلم میخواست که مطلبی را خودم تغییر بدم و متن را عوض کنم یا اونو به متن بهتری تبدیل کنم. بعد به فکرم رسید که این کار تا چه حد میتونه برای مترجم جالب و مخمسه‌ای هیجان انگیز باشه. بنابراین سناریویی رو نوشتم که موقعیت بسیار حساس و ریسک آفرینی رو میآفرید. موقعیت مترجمی که قادر بود تا سرنوشت دنیا رو عوض کنه و اینطور بود که این ایده به فکر من رسید. So that's where it came from. Interesting. شما چطور بازیگرای خودتون رو پیدا کردید؟ بازیگرای ایرانی بسیار خوبی در لس آنجلس پیدا میشن و من اینو میدونستم. به طور کلی از طریق اینترنت همه بازیگران ایرانی رو که میشد دیدم. البته اونا همدیگر رو میشناختن. وقتی یکی از اونا رو پیدا کردم، یافتن بقیه بازیگرا آسون بود. آیا این اولین فیلم شماست؟ این دومین فیلم منه. فیلم قبلیتون چه بود؟ فیلمی بود به نام Kind of Blur که اونم فیلم کوتاهیه که در کالارادو فیلم برداری کردم، جایی که درش بزرگ شدم. البته این فیلمو چند سال قبل از فیلم دیپلماسی ساختم. آخرین فیلم من مارکت هاوس نام داره که در یوتیوب هم قرار داره. این فیلم برای کمپانی فیلم‌های کوتاه اتومبیل لکسس ساخته شد و برای من موقعیت خوبی فراهم کرد. Lexus short films, the automobile company financed this short film. So it was a big opportunity. Well, I wrote داستان فیلم دیپلماسی رو مدتی پیش نوشتم، یعنی در دوره اول کمپین انتخاباتی پرزیدنت اوباما و در دوره‌ای که صحبت از تغییرات اساسی در خطی مشی دیپلماسی آمریکا نسبت به ایران در میان بود. در اون زمان من امیدوار بودم که اوضاع این روابط تغییر کنه و گفتگوی بیشتری میان این دو کشور صورت بگیره. البته تحقق این امید کمی طول کشید تا به گفتگوی بیشتر با ایران بیانجامه. موافقت نامه هسته‌ای که سال پیش با ایران به دست اومد، در زمانی که من سناریوی دیپلماسی رو می‌نوشتم به نظر چرخشی میومد که به سختی میشد اونو در افق سیاسی روابط با ایران تصور کرد. We actually shot the film the weekend of his inauguration.
آیا این فیلم رو در هیچ فستیوال فیلمی شرکت داده اید؟ بله، در لس آنجلس در فستیوال نور که چندین جایزه هم بهش تعلق گرفت. It played at the Noor Iranian Film Festival and won several awards. این فیلم در بسیاری از نقاط دنیا به نمایش در اومد. و در نزدیکترین نقطه به ایران در ابوظبی بود که فیلم به نمایش گذاشته شد. من به این خاطر فیلمساز شدم چون فیلم دامنی بی انتهایی داره و تو میتونی از فیلمی به فیلمی دیگه سفر کنی و به کشفیات خودت ادامه بدی. فکر کنم هیچ وقت حوصله‌ام سر نره. ممکنه کمی در مورد پیشینه خودت بگی. من در کالورادو بزرگ شدم، بعد کالج رفتم و در دانشگاه استنفورد تحصیل کردم. 15 ساله که مقیم لس آنجلس هم. کار بعدی شما چیست؟ What's next? I'm just finishing a feature film script that I'm در حال تمام کردن فیلمنامه‌ای هستم که امیدوارم بتونم امسال اونو کارگردانی کنم. همینطور در نوشتن فیلمنامه دیگه‌ای برای یک فیلم فرانسوی مشارکت دارم که امیدوارم امسال فیلمبرداری اون آغاز بشه. اما من اونو کارگردانی نخواهم کرد. That's going to be directed by an Iranian. یه کارگردان ایرانی به نام مرجان ساتراپی کارگردان اونه که ساکن پاریسه. در ضمن در نوشتن داستان چند فیلم دیگه هم مشارکت دارم. پیام یا بیانیه شما در این فیلم چیه؟ Or whatever you call it. I prefer to think of it. ترجیح میدم اونو یه نوع گفتگو یا تبادل نظر بخونم. من الزاما پیامی ندارم که به مردم بدم، اما دلم میخواد فیلمایی بسازم که مردم رو به فکر کردن واداره، بتونن با هم در مورد اون چی که فکر میکنن صحبت کنن و گفتگو کنن و اینکه فکر کنن که پیام چیست و چرا این موضوع اهمیت داره. من از اینکه مردم ایران بتونن فیلم منو ببینن خیلی هیجان زدم، چون من یه آمریکاییم و این فیلمو برای مخاطبین آمریکایی ساختم، اما همیشه دلم می‌خواسته که این فیلمو در ایرانم به نمایش بذارم، البته با زیرنویس فارسی، که این آرزوی من همین الان و از این طریق امکان پذیر شد. از شما برای شرکت در برنامه امروز خیلی سپاسگزارم. در بخش با ایرانیان در این سو، این بار نیز به سراغ یکی دیگر از کتاب فروشی های ایرانی رفتم و از کتاب و کتابخوانی و نشر کتاب در جامعه ایرانیان خارج از کشور پرسجو میکنم. علت تاکید بیشتر من در این برنامه به روی کتاب فروشی های ایرانی در این سو، نقش مهم و مؤثری است که این نهادهای فرهنگی در حفظ و اشاعه زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بازی کرده و میکنن. کتاب فروشی های ایرانی در قربت رو من به مثابه پایگاه های مقاومت فرهنگی ایرانیان مهاجر خارج از کشور میدانم که اونها رو در برابر فرهنگ های غالب در جوامع میزبان میتوانن محافظت و حمایت کنن. صاحبان و مدیران این مؤسسات نیز اکثراً با تحمل مخارج فراوان و غالباً با بازده‌های اندک مادی در نهایت صبوری به کار پرارزش خودشون ادامه میدن. آقای بگزاده، خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد تا بتونم از نزدیک با شما صحبت کنم. شما به عنوان یکی از اصلی ترین ناشرین و کتاب فروشی های لس آنجلس، ممکنه نظرتون رو راجع به روند کلی نشر کتاب به زبان فارسی در خارج از کشور بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما که مرحمت کردید و تشریف آوردید برای این مسئله. ببینید، نشر خارج از کشور هم مثل بیشتر پدیده های دیگه ای که ما مهاجرین با خودمون آوردیم دچار یه سری به اصطلاح اشکالات خودش هست، یک سری به اصطلاح نکات مثبت خودش رو داره، یه سری آسیب شناسی های ویژه خودش رو هم داره. نشر در خارج از کشور اگر بخوایم حساب بکنیم، یا عمدتا اگر قرار بشه ما لس آنجلس رو در نظر بگیریم، به اون صورت چنگی به دل نمیزنه، برعکس اروپا. در اروپا بیشتر ناشرین موفق هستند، یا حداقل از نظر کیفی موفق هستند. از نظر کمیت ممکنه در آمریکا تعداد کتاب‌هایی که چاپ میشه
اگه قرار بشه و اصل رو بر این بذاریم که عدد نماینده نشر باشه، ممکنه اینجا زیاد باشه ولی دارای اون کیفیت نیست. کیفیت از چه لحاظ؟ به این خاطر هست کتاب‌هایی که به ویژه در آمریکا و بلخص در لس آنجلس منتشر میشه، کتاب‌هایی هست که یه سری نوستالژی ویژه‌ای داره برای رژیم گذشته، یا به عبارت ساده تر کسایی هستن که عموماً در رژیم گذشته وزیر بودن، وکیل بودن، این کاره بودن، اون کاره بودن و همشون هم. حالا در این راسته مسکرها خیلی چیزها گفته میشه، اونش بمانه سر جای خودش. ولی کلن ما میبینیم که اهمیت ذکر مسائل دوران به اصطلاح رژیم قبلی بیشتر مطرح هست. باز به عبارت دیگه یا معنی مخالف این قضیه این است که در اینجا کتابایی که منتشر میشه، من بارها این رو در صدای امریکا بی بی سی هم تکرار کردم، یا فحش به آقای خمینی هست، یا فحش به مصدق هست، یا فحش به شاه هست. از این سه تا کاتگوری چیز به اصطلاح فراتر نمیره. کتابایی هست یا تایید اینه یا تایید اونه، یا له اینه یا له اونه. اینه که نشر آسیب شناسی های ویژه خودش هم داره. یه سری هم کتاب های ایران هست که در اینجا منتشر میشه، کتاب هایی هستن که از اونجایی که ایران پایبندی به کنوانسیون کپی رایت جهانی نداره، نتیجتاً یه سری از کتاب هایی که اینجا چاپ میشه در ایران ور میدارن کپی میکنن، مثل کتاب های خود من. بله، در اونجا ور میدارن کپی میکنن، که البته اگر از خود من میخواستم، من اصلش رو یا به اصلا آرت ورکش رو اصلا برای یه اون ناشر میفرستادم که اصلا بهتر بتونه چاپ بکنه. و چون عضو کپی رایت جهانی نیستی، نجاتا یه سری کتاب های اونجا هم اینجا به عنوان به اصلا بازچاپ، تحت این عنوان بازچاپ یا ریپرینت، اینجا ور میدارن چاپ میکنن، اون کتاب ها رو به فروش میرسن. بله، سوال من در مورد اینکه چه کتاب‌هایی بیشتر در خارج از کشور، چه موضوع‌هایی بیشتر، کتاب‌های تاریخی هست، خاطرات هست، چه چیزی بیشتر چاپ میشه در خارج از کشور؟ ببینید، خارج از کشور اگر بخوایم به طور عمده صحبت بکنیم، یعنی اروپا را هم قاطی این مسئله بکنیم، اروپا جنبه سیاسیش خیلی بیشتر هست. خاطرات هست، خاطراتشون هم سیاسیه. ادبیات هست، ادبیاتشون بیشتر به اصطلاح رنگ و لعاب سورئالیسم داره مال اروپا، اما مال امریکا عمدتاً خاطراته. همونطوری که عرض کردم، عمدتاً چه کسایی که در رژیم گذشته جایگاهی داشتن، یا به عبارت ساده تر دمگاوی به دستشون بود، اونها خاطراتشون رو نوشتن، چه اونهایی که در رژیم گذشته کاری هم نبودن، بابا بازاری بوده اومده یه سری بسا از منظر اون ذهنیت خودش ورداشته یه چیزهایی رو هم نوشته. اما چه کتابهایی اینجا مورد بسا توجه خواننده هست، باز این رو میشه کاتگورایزش کرد به این صورتی که رمان تا چند سال پیش بیشترین فروش رو داشت، یعنی عمدتاً چراغ تمام کتاب فروش ها از سر فروش رمان های به اصطلاح خیلی ساده و سهل و آسان از نوع بامداد و خمار. بله، از اون نوع به هیچ وجه قصد به اصطلاح چیز ندارم به کتاب بامداد و خمار، ولی اون نوع کتاب ها بود که بیشتر به اصطلاح خواننده داشت. تقریبا میشد گفت در هر خونه ای که خانمی وجود داشته، سعی میکردن که این کتاب رو هم بخونن یا چیز بذارن که خونده بشه این کتاب. ولی کتاب‌های سیاسی بیشتر خاطرات بود. خاطرات کسایی بود، مهمترین اینها مثلا فرض بکنید خاطرات یادداشت‌های علم مثلا جزء کتاب‌های خیلی پرفروش بود که دکتر علی خانی به خوبی ویراستاری کرده بود و کتاب خیلی خوبی بود، و بقیه هم کم و بیش نزدیک به اون بودن، یا چیزهایی رو میدونستن یا چیزهایی رو نمیدونستن یا چیزهایی رو بافته و چاپیده بودن که به اون صورت بود. در زمینه شعر چطور؟ در اروپا به من گفتن که در کمال تعجب، یکی از ناشرین گفتن که شعر بسیار طرفدار پیدا کرده، کتابای شعر فارسی. اینجا چطور؟
والا اگر یه همچین چیزی رو اونجا گفتن مایه تعجب هست. یعنی حقیقتش اینه که دوستر آدم اسپناج سبز میشه. بله اگر در کل بله در کل کتاب فروشی فروخ میگفت کتاب شعر ما خیلی متقاضی داریم که بخرن و جالب بود و برای ایشون هم خیلی عجیب بود. ببینید اروپا وضعیت نشر با امریکا فرق میکنه. در اروپا شهرداری ها یه سری کمک هایی به ناشرین میکنه، یعنی هزینه چاپ، هزینه تایپ، هزینه صحافی و هزینه به اصلاح چیز رو همه رو سیتی به اینها کمک میکنه، تا جایی که بسیاری از ناشرین اروپایی، بسیاری که میگم ممکنه نباشه، بعضی از ناشرین اروپایی بله از یه مؤلف یا مترجم یا نویسنده یه پولی رو میگیرن بابت به اصطلاح چاپ کتابش. همین کتاب رو ور میدارن میبرن سیتی، میگن که اینا ما میخواییم 3000 نسخه چاپ بکنیم. سیتی هم مطابق معمول چون اصل بر براعت هست فکر میکنن خب این ناشر بخواد این کتاب رو چاپ بکنه دیگه، پول تایپش و پول چاپش و پول صحافیش و پول کاغذش و همش رو میدن و این کتاب میخواد چاپ بشه. ناشر ور میداره میبره 500 تا از این چاپ میکنه. مال 6 نفر دیگر هم میگیره میگه مثلا این کتاب شما 5 ماه دیگه حاضر میشه. 4 تا 5 تا کار جمع میکنه با هم دیگه میبره اونجا میده پول همه رو میگیره، ولی هر کدومش فرض بکنه 500 تا 200 تا 250 تا چاپ میکنه میده. اینه که اگر روی شعر اونجا سرمایه گذاری بشه، یعنی باید از یک آبشخوری این آب بخوره که یه مقدارش میتونه به اصطلاح غیر واقعی بشه. چون در ایران هیچ ناشری با هزینه خودش جز اون شعرهای درجه یکی که بله. ما داریم یا حداقل به عنوان شعرهای درجه یک شناخته شده، اون شعرهایی که بعد از زنده یاد شاملو و نادرپور و اخوان و اونها تازه اومدن رو کردن، حتی سپانلو اونقدر رو نکرد که دیگران کرد، بیشتر با هزینه خودشون با هزینه خودشون اونها تیراژ کم. هیچ کتاب فروشی هم حاضر نیست یک قفسه از محفظه کتاب فروشیشو به شعر تجربه. در اینجا هم اگر چنانچه یک شاعری کتابشو بیاره رایگان، بگه آقای بیکزاده این 20 کتاب رو من رایگان میذارم اینجا، ما قبول نمی کنیم. بله. چون میدونیم اینجا این کتاب میمونه. میمونه بله. شعر اینجا فروخ هست، سپهری هست، عرض کنم اخوان هست، مشیری هست، سیمین بهبهانی هست، اینا یعنی همین 7-8 شاعری که به اصطلاح مردم شناختن اینا رو. شعر جدید رو نه. به عبارتی در ایران 100,000 شاعر داریم که صاحب کتاب هستن. خوشبختانه. خب اگر قرار بشه خود شاعرای ما کتاب همدیگر رو فقط بخونن، تیراژ کتاب شعر باید 100,000 تا باشه، در حالی که تیراژ کتاب 500 تا. یعنی کتابای همدیگر هم نمیخونن. نمیخونن آخه. خب چه کتابهای اینجا بیشتر فروش میره؟ یعنی در چه زمینه‌ای و از چه گروه سنی مشتاق این کتاب‌ها هستن؟ خب گروه سنی کاملا مشخصه، نسل اول مهاجرت هست. حالا ببینید استثنا که قاعده رو توجیه نمی کنه. شما ممکنه در یک کتاب فروشی ببینید دو تا جوان مثلا 18 ساله یا 25 ساله یا 30 ساله هم اومدن کتابی دارن میگیرن یا کتابی میخونن فارسی، ولی این استثنا هست، طبیعتا توجیه کننده قاعده نیست. بله. قاعده این هست که کتاب را نسل اول مهاجرت همسن سالهای ما دارن میخونن. بله. و اینی که ما وقتی اومدیم کتاب فروشی باز کردیم، یعنی زمانبندی کتاب فروشی ما مشخص بود، با نسل اول مهاجرت ما باید جمع میکردیم، تلویزیون ها باید جمع میکردن، رادیوها باید جمع میکردن، نشریات باید جمع میکردن، که میبینیم یواش یواش همینطوری هم شده. با دوست همکارم آقای بهروزی صحبت میکردیم، میگویدیم هر آگهی فوتی رو که در روزنامه ها ما میبینیم بالفعل ما یکی از به حساب مشتری های خودمون رو از دست رفته هستن حساب میکنیم. آیا کتاب فروشی های فارسی زبان در این سو از دست رفته اند یا ماندگار؟ به ادامه این گفتگو در هفته آینده توجه کنید.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. با تشکر از گروه فنی و به خصوص سپهر گرامی که هدایت فنی برنامه را به عهده داشت با شما خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادمان.